سلام، درس 66 رو با هم شروع میکنیم با عنوان Requests, Permission and Suggestions. درخواست، اجازه و پیشنهاد. خب، این درس 66 به اضافه درس قبلی که درس 65 بود و در رابطه با Apologies, Excuses and Thanks بود، اینا بخش هایی از در واقع مکالمات روزمره هستند. بخش های بسیار پرکاربردی هم هستند. یعنی خود مکالمات روزمره رو در نظر بگیریم، میشه قسمت پرکاربرد زبان انگلیسی. حالا در همون قسمت هم ما یه سری موارد داریم که خیلی دیگه بیشتر از بقیه پرکاربرد. برای یاد گرفتن اینا این نکته رو بگم و بعد بریم سراغ درس. کتاب و منبع و اینا زیاد هست. دو تاش رو من بهتون معرفی میکنم که بر حسب تجربه به نظر من از این دوتا بهتر نداریم. گزینه زیاد هست اما این دوتا رو من بهتون میگم. یکی یه مجموعه هست در آرشیو بی بی سی، مال خیلی قدیمه و الان دیگه روی سایت اصلیش نیست، باید برید توی آرکایو، به اسم How To، که اینو این مجموعه رو من کامل دارم، هم فایلای صوتیش و هم فایلای پی دی افی که همراش هست. اینو براتون توی کانال تلگرام میذارم، اگه خواستید دانلود کنید برید توی کانال تلگرام بعد از این ویدیو و اونجا این مجموعه رو دانلود کنید. حالا یادم نمیاد دقیقا چند تا فصله، مثلا فکر کنم 6 تا 7 تا فصله که تو هر فصلش به یه مطلبی پرداخته. مثلا فصل اول در رابطه با سلام و احوال پرسیه، یه فصلش در رابطه با همین ریکوست، پرمیشن، سجستشن ایناست، خداحافظی، دیگه چه میدونم شکایت کردن. موارد خیلی دوره فشرده ای هست، خیلی خیلی میشه گفت پرکاربرد، یعنی همه چیز رو نگفته، اونایی که دیگه واقعا ضروری ان گفته. یکی اینه و یه سری کتاب کالینز داره، انتشارات کالینز، که متاسفانه فایل پی دی افی چیزی نداره که من میخوام براتون توی کانال بذارم، باید این کتاب رو تهیه کنید. کتاب های سری کتاب های ایزی لرنینگ انگلیش کانورسیشن، این کتاب ها دو جلد هم هستن، یک و دو داره، بسیار کتاب های عالی هستن. من این کتاب رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه از یک روشی استفاده میکنه که ما بهش میگیم تکرار مهندسی شده. این روش حالا بنیانگذارش نمیدونم کیه، ولی کسی که این روش رو در دنیا معروف کرد آقایی بود به اسم استیون کالینز. البته این آقا هیچ ربطی به اون انتشارات کالینز نداره. این آقای استیون کالینز که خودش مدرس زبان انگلیسی و من شانس اینو داشتم که سر کلاس ایشون شرکت کنم، یه مجموعه کتاب داره که 4 تاست، اما کتاب چهارمش خیلی شناخته شده نشد به اسم Practical Everyday English. کتاب هایی هم که تماما برای سطح ادوانس طراحی شدن. کتاب اول هست Practical Everyday English، دومی هست Advanced Everyday English و سومی هست High Level Everyday English. یک کتاب چهارمی هم داره که خیلی اون کتابه چیز خاصی نیست، در واقع اون کتابه رو بیشتر برای پول در آوردن نوشتن، کتابی که صوت هم نداره. این سه تا کتاب رو که این دوتاش توی اینترنت هست میتونید پیدا کنید، این سومیش نیست. من کتابش رو دارم، سعی میکنم اسکنش کنم، کتاب البته با خورد کنم، ولی سعی میکنم اسکنش کنم و با یک پی دی اف خوبی به اضافه صوتش براتون بذارم. حالا زمان این البته برای سطح ادوانس، برای کسی که C1 و C2 هست، برای اون لول. حالا میخواستم اینو میگم که این کتاب، کتاب های کالینز، از این روش استفاده میکنن. تکرار مهندسی شده به چی میگیم؟ تکرار مهندسی شده اینجوریه که یک سری مطالب آموزشی داریم، این مطالب آموزشی رو مدام در دل هم تکرار میکنیم. مثلا مطلب اولی که میگیم، این مطلب ممکنه تو دو تا صفحه بعد در مثال یک عبارت دیگه ای تکرار بشه و این کار توی کتاب انقدر میفته، یا تو هر کورسی که هست انقدر میفته که شما وقتی کتابو میبندی دیگه تقریبا خیلی بعیده فراموش کنید. مثلا در این سه تا کتاب شما نمیدونم چندین بار، ولی حداقل مثلا هر مثالی رو شما 20 دفعه در کانتکست های مختلف میبینید و خیلی خیلی روش فوق العاده است. حداقل میگم برای، حالا بستگی به آدمش داره، ولی مثلا من اگر بخوام یک چیزی رو
یاد بگیرم، به خصوص چیزی که در رابطه با مکالمه روزمره باشه، این روش تکرار مهندسی شده برای من فوق‌العاده است. این کتاب همین مسیر رو پیش میبره، مبانی در واقع مکالمات کاربردی روزمره رو آموزش میده و انقدر اینها رو تکرار میکنه در کانتکست های مختلف که تقریبا خیلی بعیده بعد از اینکه این کتاب ها رو میذارید کنار یادتون بره. کتاب یک و دوش نگاه کنید فکر میکنید این همه، انقدر شبیهه. کتاب دوم در واقع همون کتاب اوله، فقط مثال ها تغییر کرده، یعنی یه سری مثال هایی که بود عوض شده، وگرنه همون مطالبی که تو کتاب اول یاد میگیرید تو دومیش هم هست. پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید که این موارد و موارد ابتدایی و پایه‌ای که اتفاقا مهمترین بخش مکالمه هم هستن به نظرم یاد بگیرید، مجموعه بی بی سی هاو تو که میذارمش تو کانال. این یکی رو نداریم متاسفانه، من عکساشو میذارم که اگه خواستید برید تهیه کنید. و حالا اگر به بحث مکالمات سطح بالا هم برسیم که قطعا خواهیم رسید، این سه تا کتاب رو حتما درس خواهم داد به روشی که خود نویسندش درس میده. من سر کلاس این آقا بودم و مستقیما از خودش یاد گرفتم. تمام جزواتی که سر کلاس میگه و روش هایی که میگه رو ضبط کردم. حالا البته کیفیت ضبطش خیلی خوب نیست. سعی میکنم همون ها رو بیام حالا با یه مقدار خلاصه سازی و دقیق کردن همونا رو تدریس کنم بعدها برای این دوره. بگذاریم این رو از مقدمه درس، بریم سراغ بخش اول، Requests and Replies، درخواست ها و پاسخ هایی که بابتش ممکنه بشنویم. اولی میگه که Could you pass the salt؟ To pass یعنی بدید به یکی دیگه. فرض کنید اون سر میز نشستید و نمک اون وره، به یه نفر میگید که میشه اون نمک رو بدید؟ و این could you میتونه can you هم باشه، اما could عبارت مؤدبانه تری است برای این کار. بذارمش اینجا. جواب میتونه چی باشه؟ sure، البته، و یا no problem، بله. بعدی میگه که could you possibly help me؟ could you possibly help me؟ اینم خیلی حالت مؤدبانه ای داره. معمولا اینجوریه که فکر میکنیم میخوایم بگیم که یعنی یک احترامی به طرف مقابل میذاریم، احساس میکنیم خب یعنی برای وقت طرف ارزش قائل میشیم و بهش میگیم could you possibly help me، یعنی کارهای خودت رو احتمالاً داری و حالا اصلا امکانش هست که بهم کمک کنی، یک همچین حالتی داره. و در جوابم میگه yes of course، آره البته. بعدی میگه Naomi I wonder if you could help me، I wonder، اینم باز حالت مؤدبانه ای داره، عبارت I wonder به خصوص در انگلیسی بریتیش خیلی این کلمه رو میشنوید. I wonder if you could help me. و اون در جواب میگه که sure، چرا که نه، البته. I was wondering if you could lend me some money until tomorrow. این هم خیلی مشابه با این و بازم میگم حالت مؤدبانه ای داره، حالت رسمی داره. I was wondering if you could lend me some money until tomorrow. چون فکر کردم که امکانش هست که، ببینید یکی از روش های مؤدبانه تر شدن اینه که صحبتتون غیر مستقیم تر بشه. هر چقدر غیر مستقیم تر بشه، حالا نه در حالت exaggerated منظورمه، صحبتتون مؤدبانه تر میشه. و در جواب میگه که No, I'm afraid I can't. متاسفانه نمیتونم. I'm afraid، دقت کنید که معنی متاسفانه است و نه اینکه یه وقت میترسم بهت پول بدم. در قسمت language help میگه که As the requests become bigger it is normal to use longer phrases which sound more polite. خب این که دیگه اصلا به زبان ربط نداره، در واقع منر هست رفت. این که شما چجوری میگه هرچی درخواستتون بزرگتره خب طبیعیه که مؤدبانه تر بگید دیگه. یک در واقع مکانیزم دفاعیه که بدن داره و مغز انسان داره. در بخش دوم asking permission and replies، سوال کردن برای یعنی اجازه گرفتن و جوابهایی که ممکنه بابتش بگیر، میگه Could I possibly have a look at your magazine؟ امکانش هست که یه نگاهی به مجلتون به نظر مثلا دست دار. و جواب میگه Yes, help yourself. Help yourself همون بفرمایید و یه چی تو این مایه هست، نه که به خودتون کمک کنید. این اینجوری ترجمه نکنید.
برای عبارت های این مدلی همیشه یادتون باشه اون چیزی رو که در فارسی معادل میگیم رو بذاریم و نه معنای تحت لفظیش. Yes, help yourself یعنی بفرمایید بردار نگاه کن. بعد این یکی May I open the window و یا Could I open the window که جفتشون یه حالت دارن. میتونم پنجره رو باز کنم؟ Sure, go ahead. آره برو باز کن. Go ahead یعنی بفرم انجام. Do you mind if I watch TV? Do you mind if I watch TV? و جواب میده که No, go ahead. Do you mind یعنی به نظرت اشکالی داره؟ جواب اینو اگر yes بدید یعنی آره اشکال داره، نکن این کار، حواستون باش. برای همینه که میگه No, go ahead، یعنی نه مشکلی نه. به نظر اینجوری طرف فرق کنید فارسی بهتون میگه که اشکالی داره من فلان چیزو بردارم و شما بگید آره. خب میبینید منفی، جواب منفی میشه. در واقع این حالت برعکسی، شما باید بگید نه چه اشکالی داره بفرمایید. در قسمت language help میگه When we answer go ahead or help yourself we are giving someone permission to do the thing they have asked. وقتی بهشون میگیم go ahead و یا میگیم help yourself یعنی بفرمایید کاری که میخوای بکنی رو، چیزی که بابتش داری اجازه میگیری رو انجام بده. بخش سوم suggestions and replies. یادتونه دیگه گفتم این کلمه رو suggestion ترجمه نکنید. یک این یو صدای آنه میده، سانیست، سه هست صدای شوا، suggest و بعد این شن مثل همه کلماتی که شن دارن شن تلفظ نمیشه، چن هست. دلیلش هم گفتم دیگه، گفتم هر زمانی که قبل از TION ما صدای اس داشته باشیم اون صدا چن میشه نه شن. یعنی کلماتی بذارید اینو ببرم اینور، TION میتونه TN خونده بشه در کلمات بسیار محدودی مثل مثلا بسنین، بیشتر وقتا شن خونده میشه مثل information و زمانی که صدای اس پشت سرش هست صدای چن میده میشه suggest چن و یا combustion، نمیشه combustion، suggestion. این از نکته تلفظش. خب بریم suggestion ها و reply ببینیم که پیشنهاد دادن چجوریه و جواب هایی که میگیریم بابتش چجوریه. We could try that new restaurant. We could try that new restaurant. میتونیم بریم اون رستوران جدیده. در واقع یه جور پیشنهاد دیگه، یه آفریه دیگه. شما دارید میگید که این کارم میتونیم بکنیم. We could try that new restaurant. چرا میگیم could و نمیگیم can؟ اینجا اصلا ربطی به اینکه این could گذشته can هست نداره. ایده ای هست در گرامر که بهش میگن distancing. Distance یعنی فاصله دادن. یعنی چی؟ یه وقتایی اگر یه کاری رو میخواید بکنید در واقع پیشنهاده و یا ببینید اینجا در پرمیشن هم داشتیم چرا میگیم could؟ در واقع شما یک فاصله ای ایجاد میکنید، یعنی کار رو برای مؤدبانه کردن در اون حالت، در حالت پرسش و در حالت پیشنهاد میتونید بگید فلان کار رو هم میتونیم بکنیم، یعنی یه مقدار هایپوتتیکال هست، دارید فکر میکنید که میشه این کار کرد، جزو گزینه هاتون هست. به این حالت میگن دیستنسینگ. شما دیستن یه مقدار فاصله میدید بین حرفی که دارید میزنید و چیزی که تو ذهنتون هست. حالا میگم یه مقدار توضیحش ممکنه ابسترکت باشه، انتزاعی باشه، ولی خب چنین چیزی رو داریم. بعد میگه که What shall we do tonight؟ shall همون will هست ولی حالا کاربردهای دیگه داره، یعنی کاربردش متفاوته ولی معنیش همونه. فقط یادتون باشه که در انگلیسی امروزه فقط برای I و we از shall استفاده میکنیم و نه باقی ضمیرها. What shall we do tonight؟ چی کار میتونیم امشب، چی کارا میتونیم بکنیم، چی کارا میتونیم بکنیم، برنامه چیه یه سی توی مایا. بعد میگه How about going to a club؟ چطور بریم کلاب؟ یادتونه دیگه در کتاب اول گفتیم How about و یا What about اگر گفتیم بعدش اون فعلی که میاد باید ing دار باشه. How about going؟ How about watching؟ یک همچین حالتی. چطوره که یه کلاب بریم؟ طرف جواب میده که I don't mind, you choose, I don't mind. یعنی برام مهم نیست.
خیلی اهمیتی نمیدم، چیزی نیست که بخوام ذهنمو درگیرش کنم. یه چیز یعنی تو انتخاب کن. یه اصطلاحی در کتاب اول داشتیم، اینجا میگم که یادتون باشه، میگه it's up to you، یعنی با تو، تصمیمش با تو، تو تصمیم بگی، هر چی تو بگی، همون معنی you choose رو میتونیم بده. It's up to you. این بار میگه که let's go to the cafe in the square. Let's go to the cafe in the square. بیا بریم به این کافه که تو میدون هست. دقت کنید که حالا البته این ارتباط نداره به این درس، ولی میگم square میدونه. اون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم میدون، اون گرده، اون در واقع فلک است دیگه. اونو در انگلیسی بهش میگن roundabout. square جایی که یک فضایی داره میشه توش راه رفت. مثلا فرض کنید میدونی که در ایران تهران بشه توش راه رفت کدوم بود؟ الان هیچی به ذهنم نمیرسه واقعا. حالا شما یادتون هست دیگه، قطعا شما یادتون هست. اکثر اونایی که گردن خلاص ماشین دورش میچرخه اونا راوند اباوت هستن. سکوئر جاییه که اصلا اسمش هم هست دیگه، سکوئر حالت مربع مستطیلی داره یه همچین حالتی، ولی حالا مهمتر از اون اینه که شما بتونید، یک فضایی داره خلاصه اون سکوئر. الان یادم نمیاد واقعا که در تهران مثلا چه میدونی رو ما میتونستیم بریم وسطش، حضور ذهن ندارم. ادامه بدیم. Why don't we go and see a film? Why don't we? Why don't I? Why don't you? اینا همه پیشنهاده. چرا فلان کارو نکنیم؟ یا چطوره که اون کارو بکنیم؟ در واقع همون معنی how about رو میده، ولی به یه شکل دیگه. چرا نریم یه فیلم ببینیم؟ Do you fancy listening to some music? این خیلی در انگلیسی بریتیش کار بود داری. Do you fancy? Fancy هم یعنی همون دوست داشتن. Like. Do you like listening to some music? Do you fancy? حتی یه وقتای این دیوش هم هضم میکنن دیگه. Fancy listening to some music? Fancy a pint? زن آبجو میخوری؟ Fancy a pint? این یکی از پر کار بود داری. عبارت هاییست که در بریتانیا ممکنه بشنوید. بیکار که میشن میرن آبجو میخورن دیگه. Fancy a pint? و در انتها میگه که we can reply with different answers from positive to negative. میتونیم جوابای مختلفی بدیم، چه جواب مثبت چه جواب منفی. مثلا میگیم yeah great idea، آره پیشنهاد خوبیه، و یا that's a great idea. دقت کنید که این کلمه رو نمیگیم idea. یادتونه دیگه گفتم اکثر کلماتی که به a ختم میشن آخرش a نیست، صدای شوا هست، idea صدای a کوتاهه، ولی وقتی در مکالمه گفته میشه به نظر میاد که همون آه. Great idea. Idea تموم میشه و صدا شبیه اونه اما دقیقا اون نیست. و یا that sounds good. یا آره خوب به نظر میاد. Yes if you like. آره اگه تو دوست داری، یا اگه تو هم تو فارسی معمولا میگیم اگه شما هم پایه ای طلبه ای همچه حالت. Yeah I don't mind. یه داره درصدش کمتر میشه. یا آره من خیلی اهمیت نمیدم، برام فرق نداره. یا no I don't fancy that. دیگه اینجا تمایلی نداره. No I don't fancy that. نه دوست ندارم، خوشم نمیاد. I'd rather do something else. I'd rather یعنی I would rather و یا rather، هر جوری که دوست دارید تلفظش کنید. No I'd rather do something else. ترجیح میدم یه کار دیگه بکنم. خب این درس تمام شد. سعی کنید این درس رو در کنار درس قبلی مرور کنید، چون اینا به هم ربط دارن دیگه. با هم مرورش کنید و روش کار کنید، جمله بسازید. حالا که اینا رو یاد گرفتید میتونید باهاش مکالمه هم بسازید. مکالمه بسازید و تو مکالمه تمرینش کنید. هر چقدر در کانتکست باشه خب بهتر. تمرینای صفحه بعدش عمل کنید و اگر سوالی داشتید در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه آینده.